اوکراین، حمله اصلی به روسیه در راه است. پس از شکست‌های پی در پی اوکراین در ضد حمله اخیر علیه روسیه، هانا مالیار، معاون وزیر دفاع اوکراین گفته که حمله اصلی کییف در راه است. طی روزهای اخیر رسانه‌ها از شکست سنگین ارتش اوکراین در ضد حمله علیه روسیه خبر داده اند و از طرف دیگر مقام‌های اوکراینی تلاش می‌کنند تا خسارات متحمل شده در ضد حمله اخیر علیه مسکو را کم اهمیت جلوه دهند. بنابر گزارش شبکه CNN، معاون وزیر دفاع اوکراین گفته است که نیروهای اوکراینی برگ پیشروی وجب به وجب را زیر و رو می‌کنند و اینکه حمله اصلی ضد حمله هنوز در راه است. وی در گفتگو با رسانه‌های اوکراینی گفت جهانی وجود دارد که ما پیشروی می‌کنیم و دشمن حالت تدافعی دارد، اما در برخی محورها دشمن تلاش می‌کند حمله کند و ما حالت تدافعی داریم. ما گام به گام در حال پیشروی هستیم، بنابراین می‌توانیم بگوییم که ما وجب به وجب را زیر و رو می‌کنیم. زلنسکی: از پیشرفت ضد حملات راضی نیستم. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز چهارشنبه اعلام کرد که پیشرفت ضد حملات اوکراین علیه نیروهای روسی کندتر از حد مطلوب بوده است. رئیس جمهور اوکراین در توجیه این ناکامی افزود که برخی از مردم تصور می‌کنند که درگیری نظامی با روسیه یک فیلم هالیوودی است و اکنون منتظر نتیجه هستند. البته که اینطور نیست. زلنسکی تاکید کرد که فشار نظامی به راحتی صورت نمی‌گیرد، زیرا که 200,000 کیلومتر مربع از خاک اوکراین از سوی نیروهای روسی مین‌گذاری شده است. پیش از این راینر ساکس، رئیس سابق سازمان اطلاعات خارجی استونی، اعلام کرد که نیروهای مسلح اوکراین در ضد حملات اخیر خود ظرفیت روسیه را به شدت دست کم گرفتند. ساکس در تحلیل خود گفت که نیروهای اوکراینی‌ها هنوز وارد عمق خطوط دفاعی روسیه نشده‌اند. روس‌ها خطوط دفاعی طولانی در تمام طول جبهه ایجاد کردند. روسیه از کشته شدن بیش از 700 نظامی اوکراینی خبر داد. وزارت دفاع روسیه به تشریح آخرین تحولات میدانی نبرد در اوکراین پرداخت. وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه در گزارش روزانه خود آورد که در جریان درگیری در ورموسکی، نیروهای روسی یک تانک، یک خودروی جنگی پیاده نظام و 3 خودروی زرهی ارتش اوکراین را منهدم کردند. بنابر این گزارش، در درگیری در محور کوپیانسک 40 سرباز اوکراینی به دست نیروهای روسی کشته شدند. همچنین یک خودروی زرهی، یک هویتزر خودکششی N109 پالادین ساخت آمریکا و یک هویتزر خودکششی لهستانی نیز منهدم شد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که اقدامات 3 گروه خرابکار و شناسایی اوکراینی در کوپیانسک را خنثا کرده است. بنا به گزارش وزارت دفاع روسیه، در محور کراسنی لیمان نیروهای روسی 135 نظامی اوکراینی، یک خودروی رزمی پیاده نظام، 2 خودروی زرهی رزمی، 3 هویتزر خودکششی گوفزدیکا و 1 هویتزر DC را هدف قرار دادند. 8 سرباز اوکراینی نیز در جریان این درگیری ها تسلیم شدند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که در درگیری در محور دونسک، ارتش اوکراین به بیش از 400 سرباز، 1 تانک و 2 خودروی زرهی رسید. در درگیری در محورهای دونسک جنوبی و زاپروژیا، نیروهای روسیه بیش از 200 نظامی اوکراینی را کشتند. همچنین 8 تانک، 6 خودروی جنگی پیاده نظام، 13 خودروی زرهی رزمی، 1 هویتزر خودکششی گوفزدیکا، 1 هویتزر مستابی و 2 هویتزر DB ارتش اوکراین منهدم شد. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.